تبارک الذی بیده الملک. بلند مرتبه و ارجمند است خداوندی که عالم ملک در ید قدرت اوست. این ذکر مبارک سرلوحه یکی از الواح مبارکه حضرت نقطه اولاست که در مجموعه منتخبات آثار آن حضرت مندرج است. همچنین در قرآن کریم این ذکر مبارک در مورد اعظم فیض الهی که هدایت الله و حیات معنوی و بهار روحانی بشری است نازل شده است. قوله تعالی تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت و الحیات. کلمه تبارک وقتی به کار می رود که انسان در مقابل عظمت و جلالت حق خود را خاضع و حقیر مشاهده کند و عظمت و قدرتی مافوق تصور خیش احساس نماید. بیت العدل اعظم الهی به مناسبت 100 سال صعود جمال قدم از عظمت و جلالت و قدرت آن سلطان وجود یاد نموده و با بیان اشواق قلبیه به جهت تجلیل و تمجید از مقام رسالت و عنایات بیمثیل آن نیر اعظم این ذکر مهیمن را با بانگ بلند سرودند. ترجمه این قسمت از بیانیه آن معهد جلیل چنین است: با اشواق قلبیه برای ستایش و تمجید از یک زندگانی سرمدی، با اصواتی رفیع ندا در می دهیم. آیا چگونه می توانیم چنین تمنایی را تحقق بخشیم و حالان که معلوم و آشکار است که هیچ نفسی قادر به ابداع کلامی نیست که شایسته ساحت اقدسش باشد؟ فی الواقع لسان ما الکن و قاصر است از ثنا و ستایش و توصیف مقام رسالتی که به افضل و اعلی درجه مقام می باشد. در این مکان در بهجی 100 سال قبل نفس بازپسین آن نیر اعظم مؤسس شریعتی که کور 6000 ساله آدم را به اوج تکامل رسانید و کور 500000 ساله بهایی را آغاز نمود با فضای عطرآلود بهجی آمیخته شد. آن مظهر کلی الهی ظاهر به اسم اعظم و شارع اعظم ظهور شدیدترین رنج و عذاب را در تأسیس اعظم شریعتی که مستر صلح اعظم است تحمل فرمود. ما در اهتمام خیش به منظور درک و قدر این عنایات بیمثیل به ذکر اسماء حضرت معبود، آن لعالی مأخوذه‌ای که از بحر وحی و الهام حضرتش داریم می پردازیم. باشد که این ذکر و ثنا در بارگاه عزت و عظمتش به طراز قبول مزین شود و عرف رضا از آن متضوع گردد. ما به سلطان سلاطین رب الارباب واسطه کبرا جمال قدم محبوب عالم درود می فرستیم و به هیکل موعود و طلعت معهود و معبود عالم با بانگ بلند ندا می کنیم تبارک الذی بیده الملک. تبارک